خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. این جلسه در واقع چهارم کارگاه روانشناسی فرگشتی یا تکاملی ماست و در این جلسه قرار مبحث انتخاب جنسی رو بهش بپردازیم. خب جلسات قبل رو حتما به خاطر دارید دیگه، در رابطه با نحوه ایجاد روانشناسی تکاملی یا فرگشتی صحبت کردیم و خواستگاه‌هاش رو مورد بررسی قرار دادیم، از اندیشه های فلاسفی پیشا سقراط تا داروین رو ارزیابی کردیم. خب داروین یکی از دغدغه هایی که همیشه توی ذهنش داشت، خب ما اگر یادتون باشه گفته بودیم که داروین و بقیه کسانی که در این حیطه کار کرده بودن، خب متوجه شده بودن که این تکامل یا فرگشت در حال اجراست و در نتیجه محیط انتخاب میکنه که چه گونه ای سازگارتره و اون گونه به واسطه قابلیت هایی که درش هست و محیط اون قابلیت ها رو تایید میکنه میتونه ادامه حیات بده. اما یه سری چیزا بود که داروین اینا رو نمیتونست متوجه بشه و دغدغه های ذهنی داروین بود. چیزایی مثل این که خب اگر قرار محیط این ویژگی ها رو در واقع تایید بکنه و این ویژگی ها باعث بقا بشه، پس این تفاوت هایی که مثلا بین زن ها و مرد ها هست در چیه؟ حالا نه فقط در گونه انسانی، در همه گونه ها چرا باید نرها بزرگتر و قوی تر از زنها باشن از نظر هیکلی و فیزیکی؟ مگه قرار نبوده که محیط بیاد اون ویژگی که منجر به بقا میشه و باعث سازگاری بهتر هست رو انتخاب بکنه؟ پس چجوری میشه که این ویژگی در زنها و مردها به صورت یکسان رشد نکرده؟ اگر اینجوری باشه پس این انتخابه باید همه اینا در واقع یکسان باشن. یا در رابطه با خیلی از جانوران دیگه هم این مسئله تو ذهنش بود داروین، که مثلا این دوم طاووس خب به چه علت ایجاد شده؟ این دوم طاووس با اون در واقع بزرگی و با اون همه رشدی که میکنه، عملا یک مکانیزم یا یک فاکتور در راستای تقویت بقا نیست، برای اینکه هم دچار دردسر میکنه این حیوان رو در هنگام پرواز کردن و فرار کردن و یا زندگی، همین که سنگین، نگهداریش خیلی سخته، هزینه بره، هزینهش هم میتونه هزینه در واقع نگهداری باشه، هم میتونه هزینه این باشه که در بقا خطراتی رو مواجه بکنه حیوان رو. پس چه عاملی وجود داره اینجا؟ برای چی اینا ایجاد شده؟ که خیلی جالبه که میدونید که داروین یه نامه‌ای رو میاد به آسا گری مینویسه. آسا گری در واقع یکی از دوستان داروین بوده که سال 1810 زندگی میکرده تا 1888 و از مدافعین نظریه داروین هم بوده، یک بوتانیست بوده، یک گیاهشناس آمریکایی بوده. یه نامه ای میاد مینویسه به جناب آقای گری و توی این نامه میاد میگه که چشم جانوران و برای من خیلی عجیب بوده، دغدغه ذهنی بوده این چشم جانوران، که چرا مثلا این تفاوت ها در چشم جانوران هست، که بالاخره تونستم حلش بکنم. اما در رابطه با طاووس تو این نامه میاد میگه که این خیلی اذیتم میکنه، میگه این دغدغه منو خیلی اذیت میکنه که این طاووس برای چی باید پرش اینقدر زیاد باشه و از نظر بقا این چه فایده ای براش داره؟ این که همش مانع ضرره، نه میتونه درست پرواز بکنه، نه سرعت زیادی در واقع میتونه داشته باشه، اینا رو همه رو باعث دردسره. در نتیجه این یک سال در واقع بعد از چاپ کتاب منشأ انواع میاد این نامه رو می‌نویسه. توی کتاب منشأ انواع، یعنی دیسنت آف من که داروین میاد چاپ میکنه، میاد بالاخره به یک نوعی به این مفاهیم هم میپردازه. اونجا میاد میگه که طاووس ماده از این ویژگی خوشش میاد و در نتیجه در طاووس نر رشد میکنه. یعنی در واقع چون این دوم طاووس نر جذابه، حالا در ادامه بهتون میگم که چرا در واقع این جذابیت وجود داره، چون این دوم جذابه، این باعث برای طاووس ماده در رقابت بین پیدا کردن جفت، اون طاووسانی که خب دوم بزرگتر و زیباتر و جذابتری داشتن و در نتیجه میتونستن جفت بیشتری رو جذب خودشون بکنن، موفق‌تر بودن و این موفقیت باعث میشده که این ویژگی بزرگی این دومه به نسل‌های بعد هی
اضافه می شده، ادامه پیدا می کرده و در نتیجه تثبیت شده. پس در نتیجه داروین متوجه می شه که علت این عدم هماهنگی در انواع جانوران به واسطه یه انتخاب جنسیه، در واقع به خاطر اینه که اون جنس ماده ویژگی هایی رو در جنس نر انتخاب میکنه و اون ویژگی ها به واسطه یه انتخاب شدن رشد میکنه و بزرگ میشه، غلو میشه در واقع انگار، و این انتخاب جنسی خودش نوعی انتخاب طبیعیه که انگار از جانب ماده ها داره انجام میشه و انگار که ماده به عنوان یک محیط داره تصمیم میگیره چه ویژگی در نر رشد بکنه. و این تفاوت ها در جثه و در واقع اندازه در واقع حیوانات یا تفاوت های دیگه اینجوری تبیین میشه. خب پس در واقع داروین میاد میگه انتخاب جنسی به ویژگی هایی گفته میشه که به جانور در جذب جفت کمک میکنه، این میشه ویژگی انتخاب جنسی. خب توی فرهنگ قرن 19 انگلستان این خیلی مورد انتقاد قرار گرفت دیگه، برای اینکه پذیرش این موضوع که چرا مورد انتقاد قرار گرفت، برای اینکه پذیرش این موضوع که زنها میتونن باعث تغییر بشن و باعث ایجاد یک ویژگی متفاوت در یک گونه بشن، اصلا پذیرشش خیلی دوچار مشکل میکرد اون جامعه رو، چون جامعه جامعه مرد سالار بود، مرد رو در واقع عنصر اصلی جامعه میدونست، زن رو در واقع یک موجود طبقه دوم میدونست و عملا خیلی بار اجتماعی خیلی زیادی داشت. وقتی داروین میومد اینو میگفت، مردها اعتقاد داشتن که خب ما برتر از زنهاییم دیگه، به ویژه در قرن 19 تو اون فرهنگی که داروین زندگی میکرد در انگلستان. و پذیرش این موضوع که این موضوع که این موجودی که از ما پست‌تره، از ما پایین‌تره، داره ویژگی های ما رو تایید میکنه خیلی سنگین بود، ولی خب واقعیت این بود دیگه، چیزی بود که از نظر علمی داروین اومده بود نشون داده بود. خب در اینجا ما با یک مفهومی آشنا میشیم، یعنی وقتی ما داریم صحبت انتخاب جنسی رو میکنیم با یک مفهومی مواجه میشیم به نام جنسیت، که من مردم، شما زنی، یکی نره، یکی ماده. خب در ابتدا باید این رو ما بدونیم که جنسیت یک مفهوم اجتماعیه نه بیولوژیک، یعنی اصلا از نظر بیولوژی جنسیتی وجود نداره در طبیعت، بیولوژی که مثل ماها جنسیت رو تبیین نمی کنه، این یک مفهوم اجتماعیه. از نظر بیولوژیک ما چی داریم؟ از نظر بیولوژیک ما میگیم سلول جنسی کوچک و پرتحرک و پرتعداد. اگر یک سلول جنسی، یعنی یک گامتی که در واقع زبان زیست شناسی بهش میگن گامت، اگر این گامت ها، این سلول های جنسی کوچیک باشن، پر تحرک باشن و پر تعداد باشن، نرن. خب ما میدونیم که مثلا نرها گامت ها یا اون سلول های جنسیشون خیلی کوچیکه، پر تحرک، اسپرم ها اینا خیلی سریع تحرک دارن و تعدادشون زیاده، تقریبا مثلا 300 تا در هر ثانیه تولید میکنه. اما اگر یک سلول جنسی بزرگ باشه، کم تحرک باشه و کم تعداد باشه، ماده است. یعنی مرز بین نر و ماده در طبیعت، در علوم زیستی، تفاوت بین سلول‌های جنسیه. در حالی که در جامعه ما از نظر فرهنگی مرزها از سلول‌های جنسی پارو فراتر گذاشته و یه سری چیزهای دیگه ای وجود داره که اونا رو همه شما هم میدونین که تفاوت‌های بین مرد و زنی که در جامعه و فرهنگ ایجاد میشه که هیچ کدوم زیستی نیست و هیچ ارزشی از نظر علوم زیستی و طبیعی نداره. خب میدونیم که اون سلول جنسی ماده بزرگ، کم تحرک‌تر نسبت به مرد، سلول‌های جنسی مرد، و تعداد خیلی کمی هم هست، یعنی یک تخمکی که در واقع تولید میشه از جانب ماده تعدادش تقریبا مثلا 400 تاست توی 30 سال 40 سالی که باروری داره، یعنی توی 30 40 سالی که داره باروری میکنه نهایتا 400 تا میخواد تولید بکنه، در حالی که نره در هر ثانیه 300 تا داره تولید میکنه. پس این تفاوتشه. خب حالا یه مسئله ای است، ما وقتی این تفاوت رو میبینیم که آقا بین مرد و زن این تفاوت زیستی وجود داره، یه سوالی در ذهنمون پیش میاد که خب اصلا ما برای چی باید دو تا جنس داشته باشیم؟ چرا ما طبیعت یه دونه جنس تولید نکرده؟ چه دلیل داشته ما دو تا جنس داشته باشیم؟ چرا این سوال در ذهن ما ایجاد میشه؟ برای اینکه ما تولید مثل تک جنسی داریم در طبیعت. خب سوال این پیش میاد که چه عاملی باعث میشده که ما دو تا جنس تکامل پیدا بکنن، هم نر هم ماده، هم زن هم مرد. خب
ما میدونیم که تولید مثل تک جنسی در موجودات تک سلولی که بهش شکاف یاخته میگن به اون نوع در واقع تولید جنسی وجود داره دیگه. خب از طرف دیگه ما میدونیم که یه مدل در تک سلولی ها همونطور که بهتون گفتم تولید مثل جنسی در موجودات تک سلولی به صورت شکاف یاخته وجود داره. در چند سلولی ها ما بکرزایی داریم، این رو هم ما میدونیم. بکرزایی خب میدونیم که یک نوع تولید مثل جنسیه که درش از تخمک لقاح نیافته یک موجود زنده ایجاد میشه، یک موجود زنده کامل بکنه. خب این پدیده تو تعداد زیادی از بیمهره ها و مهردارانی مثل مثلا یه گونه هایی مثل کرم های لوله‌ای، مثل شکم پایان، مثل سخت پوستان، مثل حشرات به خصوص مثلا زنبور عسل و زنبور بی عسل، ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، بعضی از مارها، اینا دیده میشه. یعنی بکرزایی درشون دیده میشه. حالا خود بکرزایی در علوم زیستی انواع مختلف داره: بکرزایی منظم، بکرزایی اختیاری، بکرزایی چرخه‌ای، بکرزایی هاپلوئیدی، بکرزایی دیپلوئیدی، بکرزایی غیر طبیعی، بکرزایی نادر، انواع مختلف داره که خب حالا چون نمیخوام من اون زیست شناسی رو در واقع اینجا بحثم نیست، وارد انواع بکرزایی نمیشم، فقط در این حد بدونید که بکرزایی نحوه تولید مثلی است که یک تخمک لقاح نیافته منجر به تولید مثل میشه ازش. خب پس ما تا اینجا دو تا پدیده در تولید مثل در طبیعت داشتیم، یکی بکرزایی، یکی در واقع اون کاری که تکسلولی میکنه، تولید مثل جنسی در موجود تکسلولی که گفتیم بهش شکاف یاخته میگه. خب این دوتا رو داشتیم، چه دلیلی داشته که پس نر آماده ایجاد بشه؟ میدونید چرا این سال مهمه؟ برای اینکه سیکس، این رابطه جنسی در بکرزایی یا اون شکاف یاخته که بهتون گفتم، سیکس وجود نداره، خود موجود تصمیم میگیره تولید مثل میکنه. سیکس پدیده بسیار پردردسر و هزینه داری. ما میدونیم که روابط جنسی بسیار هزینه داره، هزینه زیستی دارم بهتون میگم، حالا هزینه های فرهنگی و اجتماعی و اون مسائبی رو که وارد میکنه به یک موجود رو بذاریم کنار، اما اونا هم هست، هزینه های زیستیش خیلی بالاست. یعنی چی؟ خب هزینه های زیستیش الان بیاییم بشمون باید. اول اینکه وقتی من به عنوان یک ماده یا به عنوان یک نر، به عنوان یک مرد یا زن وارد رابطه جنسی با یه نفر دیگه میشم، این بستره ژنی خودم، این ژن‌های خودم، ژنوم خودم، این دی ان ای خودم رو که دارم وقتی منتقل می‌کنم در رابطه جنسی، نصفش رو می‌ریزم بیرون دیگه، چون موجود جدیدی که تولید میشه نصفش ژن‌های من رو نداره، ژن‌های شریک جنسی من رو داره، ژن‌های اون ماده رو داره، ژن‌های اون نره رو داره. خب پس این می‌بینید هزینه داره دیگه، در حالی که در بکرزایی یا در اون تولید مثلی که تکسلولی می‌کنه هیچ دور ریخته نمی‌شه دیگه، خود به خود از خودش داره تولید میشه. این اولین هزینه شه. پس دومین هزینه‌ای که داره چیه؟ همه نرها نمیتونن جفت‌گیری کنن، باید رقابت کنن. در نتیجه خود این رقابت جنسی که بین گونه‌ها ایجاد میشه هزینه داره، چون در این رقابت‌ها شما باید یا بمیره در جانوران یا بالاخره عریم بمونه دیگه، یا باید پیروز بشه، یا اگه پیروز نشه، خب پیروز نشودنش دو تا مفهوم داره دیگه، یا مرده در اون رقابت جنسی که انجام داده با نر دیگه، یا اینکه اگه نمرده زنده مونده عقیم مونده، نسلش منتقل نشده، پس این هزینه دیگه ای. خب حالا هزینه بعدی اینه که اگه بچه ای هم که تولید میشه نر باشه، خب اونم باز باید رقابت کنه و در نتیجه اونم این بدبختی رو داره، اونم باید نسل ژنشو بریزه بیرون و شاید ژنها اصلا منتقل نشه. یعنی شاید من به عنوان مثلا سرشاخه بستر یه ژنی، فرض کنید به عنوان یک سرشاخه موجودی که سرشاخه هستم، من اومدم در این رقابت به فرض حالا پیروز شدم، نصف ژن من به هزار بدبختی منتقل کردم، خوشحال بچه من اگه نر باشه، ماده باشه، شاید این شانس رو داشته باشه که حالا منتقل بشه، ولی اگه نر باشه خوشحال، یعنی این بستر ژنی شاید یه جا قطع بشه و در نتیجه پرهزینه باشه این رفتار جنسی و تکامل من و بقای من در نسل‌های بعدی دچار خطر بشه. خب مسئله بعدی اینه که پیدا کردن جفت مناسب و انجام دادن رقابت یا اون آیین‌های جفتیابی هم خودش هزینه داره، خطرناکه. حالا چه میخواد در زمان قارنشینی باشه، چه میخواد بین 4 تا جانور دیگه باشه، چه بین انسان، این هزینه داره دیگه. یه عالمه رقابت‌های آیینی هست، همین امروزش هم هست در ازدواج، در جفتیابی، و در اینچه همه اینها این سوال رو در ما ایجاد می‌کنه: چه علتی داشته که طبیعت در فرآیند تکامل دو تا جنس داشته باشه؟ چرا ما ها هم بکرزایی نمی کنیم؟ چرا نر و ماده ایجاد شده؟ خب
فردی به نام هرمان جوزف مولر که خب خیلی آدم بزرگ و سرشناسیه در این علوم که سال 1890 تا 1967 در واقع زندگی میکرده، یه دانشمند و ژنتیک شناس امریکایی بوده. مولر توی سال 1946 برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی میشه. چرا؟ چون یه تحقیقاتی رو میکنه پیرامون اثرات فیزیولوژیکی و ژنتیکی تابش و همون پرتاب ایکس، تابش ایکس، پرتاب ایکس. خب دیدگاه‌های سیاسی داشته، نمیدونم خیلی نظرات مختلفی در رابطه با رادیواکتیو داشته که در رابطه با جنگ خیلی صحبت کرده، در رابطه با ژنتیک و ردبندی ژنتیک، اصلا یه ردبندی رو ایجاد میکنه این آدم تو ژنتیک که بهش میگن ردبندی مولر. اصلا کسانی که ژنتیک میخونن ردبندی مولر رو میشناسن. در نتیجه خیلی آدم معروف و سرشناسیه توی علوم زیستی، ژنتیک، روانشناسی. کسانی که در واقع روانشناس هستن و مطالعات روانشناسی دارن میشناسن، به ویژه در شاخه‌های زیستی و تکاملی. یه چیزم حالا الان یادم اومد بهتون بگم، این آدم با هرمان مولر، با یه هرمان مولر دیگه است، حالا الان یادم اومد، با اون قاطیش نکنید. یه هرمان مولر دیگه بود که ایشون سیاستمدار حزب سوسیالیست دموکرات، سوسیالیست دموکرات آلمان بود و وزیر امور خارجه آلمان هم شد سال 1920 اگه شما نکنم 1920 صدر اعظم و وزیر چیز بود، دو دور صدر اعظم جمهوری اگر اشتباه نکنم وایمار بود. و چرا حالا این الان یادم اومد؟ چون کسانی که حالا به علاقه به تاریخ دارن میشناسن این یه دونه مولر رو میشناسن. چرا حالا سالش من یادم 1919؟ چون در سال 1919 یه اتفاق خیلی مهم افتاد که این آدم درش بود. کدوم اتفاق؟ معاهده ورسای رخ داد که ایشون یکی از امضا کننده هاش بود. اینو با این هرمان مولر آمریکایی که گفتم بهتون قاطی نکنید، این یکی اصلا آمریکایی بود، این آلمانیه. حالا به این آدم میاد یک نظریه‌ای رو بیان میکنه، میاد یک چیز رو بیان میکنه. میاد چی میگه؟ میگه در تولید مثل تک، خیلی چیز جالبی میگه، میگه در تولید مثل تک جنسی، هم به اکزایی یا تک سلولی که گفتیم، چون تنوع جانور کم میشه، اگر در محیط، در محیط یک تحول بسیار مضر، یک تحول خیلی زیادی ایجاد بشه که تغییر ناگهانی مضری رو ایجاد بکنه و باعث هزینه زیاد بشه برای بقا، جانور رو بمیره. خب خیلی حرف جالبی زد و این مسئله رو حل کرد که ما چرا دوتا جنس مختلف داریم. چی میگه مولر؟ هرمان مولر میگه وقتی شما تک جنسی هستی به اکزایی میکنی، یا همون شکاف یاختهی که تک سلولی ها دارن یا چند سلولی هایی که گفتیم بهتون به اکزایی میکنن، خب این گفتیم که ژن خودشو کامل داره منتقل میکنه دیگه. خب اینجاش خوبه، یعنی صرفه جویی کرده، ژن دور ریخته نمیشه، هزینه رقابت نداره، همه اینا درست. ولی یه مشکلی هست، اگر این انتخابی که داره در فرایند حیاتی که این موجود داره انجام میده، اگه یه اتفاق عجیب غریب بیفته تو جامعه، مثلا نمیدونم یه بلایی سر جامعه بیاد، یه تفاوت زیستی ایجاد بشه، یک بیماری ایجاد بشه، یه چیزی بشه و من نتونم به بقا ادامه بدم، تموم میشه دیگه، منقرض میشه. ولی وقتی من میرم با یک موجود دیگه ای وارد رابطه میشم و یک موجود جدید ایجاد میشه، چون نصف ژن‌های من و نصف ژن‌های اون با هم قاطی شده، در نتیجه یک موجود جدید پدیدار میشه و تنوع زیستی هی میره بالا و این افزایش تنوع زیستی دلیلی میشه که بقا بیشتر حفظ بشه. در خطرهایی که ایجاد میشه، ژن این یکی مثلا بتونه در برابر اون خطر مقاومت کنه، در برابر اون بیماری مثلا دوام بیاره، حالا اون یکی حفظ شده این یکی بمونه و این تنوع زیستی ایجاد میشه، چیزی که در تک سلولی یا در این بکرزاییه ایجاد نمیشه. اون چیه؟ اون تنوع در واقع جانوراست. پس در نتیجه این آقای مولر عزیز میاد چی میگه؟ حرف خیلی مهمی میزنه. میاد میگه که این ای دلیل این که ما دو تا جنس داریم، نر داریم، ماده داریم، اینه که هدف طبیعت حفظ گونه بوده و این کمک میکنه به افزایش در واقع گونه ما. خب این خیلی جالبی بود. حالا یه آدم دیگه بود به نام جورج ویلیامز. این آقای جورج ویلیامز ایشون هم سال جدیدن فوت کردن، سال 2009 اگر شما نکنم فوت کردن، 1926 به دنیا میاد. یه دانشمند زیستشناس بود، زیستشناس تکاملی و فرگشتی آمریکایی بود. خب این آقای ویلیامز استاد دانشگاه استونی بروک بود و خیلی اونو به خاطر انتقاد شدیدش به انتخاب گروهی میشناسیم، یعنی
نظراتش رو مطالعه میکنیم در اینجا خیلی معروفه. حالا بعدا خودش هم انتخاب گروهی رو یه سری چیزایی در موردش میاد میگه و نظراتش یکم تغییر میکنه، اما به هر حال ایشون هم جزو آدمای مهمیه و فردی مثل ریچارد دافکینز که احتمالاً بشناسینش میگه که یه جمله جالبی در مورد ایشون داره، میگه این آدم مهمترین زیستشناس فرگشتی آمریکاست. شما ببینید که چقدر این آدم پس تاثیرگذار بوده. خب حالا چرا من اینو میگم؟ ایشون یه چیز دیگه ای گفت که اونم خیلی مهم شد در این جنس نر و ماده و اینا، به نام نظریه قرعه کشی. یعنی یه نظریه ای داد به نام نظریه قرعه کشی. نظریه ویلیامز توی آزمایش زیاد موفق نبود. ایشون اعتقاد داشت که خب به واسطه شانس در واقع یه قرعه کشی شد، حالا یه شانسی ایجاد شده و این جنس ها ایجاد شدن، که زیاد توی آزمایش ها موفق نبود و نتونست اون مبنای منطقی رو ایجاد بکنه، اگرچه خیلی تأثیرات خیلی در واقع مهمی گذاشت. فرد دیگه ای بود که آقای گراهام، یعنی میخوام بهتون بگم که در جنس پاسخ به این سوال که چرا ما دو تا جنس داریم، آدمای زیادی تلاش کردن، ولی نهایتاً در انتها بهتون میگم که مهمترین نظریه‌ای که موفق شد چی بود. یه آقایی بود به نام گراهام، اونم یه زیستشناس انگلیسی بود، زیستشناس تکامل انگلیسی بود، که یه نظریه‌ای داد به نام نظریه تنگل بانک، که میگفت آقا محیط و ژن، در مورد محیط و ژن میآمد میگفت یه بانک ژنی وجود داره و در نتیجه این بانک ژنی باعث میشه که ما انتخابامون شکل بگیره، که اونم زیاد موفق نشد، اونم نتونست پشتوانه های در واقع درست علمی رو ارائه بده. اما در رابطه با این مسئله جنسیت، به جز اون آقای مولری که گفتم بهتون که نظرش خیلی مورد توجه بود و خیلی مهم بود، نظر آقای مولر در ادامه باعث شد که یک نظریه ایجاد بشه که این نظریه مورد پذیرش قرار گرفت و الان تقریبا همه زیستشناسان تکاملی یا همه کسانی که در روانشناسی تکاملی و اینا فعالیت میکنن اینو قبول دارن و اسم این نظریه است رورد کوین هایپوتزیس، یعنی نظریه ملکه قرمز، که سال 1973 داده شد و اکثر دانشمندان اینو قبول کردن. یه بابایی به نام لیوان والن که سال 1935 زندگی میکرد، ایشون هم 2010 در واقع فوت کردن، که یک بیولوژیست بود، زیستشناس تکاملی آمریکایی بود. خیلی جالب اومد در رابطه با این تفاوت جنسی، یعنی چیزی که مولر گفت و خیلی قشنگ اومد از نظر علمی رشدش داد و پایه های علمیش رو ساخت و این نظریه رو تکمیل کرد. اومد گفت سرعت رشد انگل ها و باکتری ها و ویروس ها بیشتر از میزبانه. این خیلی چیز مهمیه، یعنی انگل، باکتری و ویروس که وارد میزبان میشه، میزبانم اون موجودی زده مثل من، مثل حالا هر جانور دیگه، از پساندار یا هر جانوری که شما میخواید بگید، اونا همه میزبانن دیگه. این انگل و باکتری و ویروس وقتی وارد بدن میزبان میشه، سرعت رشدش از سرعت میزبان بیشتره. خب این ما حالا الان در یک زمانی داریم صحبت میکنیم که شما دیگه کاملا اینو لمس کردیم دیگه، یعنی از بیماری های مختلف، از کرونا بگیر تا آنفولانزا تا انواع اقسام بیماری ها رو ما میبینیم که آره وقتی این باکتری ویروسه یا انگل وارد میشه، این اصلا به صورت بسیار شدیدی شروع میکنه به تغییر ماهیت دادن، هر روز گونه ها و سویه های جدید درش ایجاد میشه، در حالی که ما همون گونه قبلی هستیم و در واقع هیچ تغییر زیادی نکردیم. خب چرا این حرف مهمی بود؟ چون اینجاش مهمه. ببینید اینجاش میاد چی میگه؟ میگه یکی از راهکارهای میزبان برای مقابله انجام تولید مثل جنسی. پس تولید مثل جنسی، این که ما نر و ماده داریم، یکی از راههایی بوده که در فرایند تکامل به دست آوردیم که بتونیم با سرعت بی‌نظیر انگل‌ها، باکتری‌ها و ویروس‌ها مبارزه بکنیم. پس اصلا حضور جنس نر و ماده دلیلی است بر تنازع و در واقع اون تنازع بقا و اون جنگی که بین ما و این انگل‌ها و باکتری‌ها و ویروس‌ها بوده. ما به واسطه این که می‌خواد می‌دیدیم اینا سرعت رشدشون خیلی زیاده، تغییر می‌کنه و در نتیجه باعث نابودی ما میشن، ما هم میایم انتخاب تک جنسی یا اون در واقع در فرآیند تکامل اون رابطه جنسی رو تبدیل به دو جنس میکنیم، از تک جنسی میشیم نر و ماده، که بتونیم در فرآیند نر و ماده وریشن ها، تنوع ها و گوناگونی های زیادی رو ایجاد بکنیم که ما هم یک جوری گونه خودمون رو متنوع بکنیم که بتونیم در برابر این
این مهمان مضری که باعث نابودی ما میشه رقابت بکنیم و گونه خودمون رو حفظ بکنیم. پس این یکی از راهکارهای میزبان برای مقابله با انجام در واقع مقابله با این گونه ها بوده. خب در این شرایط چی میشه؟ شانس ایمنی و مقاومت فرزندان از نظر ژنتیکی بالاتر میره دیگه، چون ژن من یک ژن یونیکیه که با یک ژن یونیک دیگه ای داره وارد یک پیوند جدید میشه که نصفش مال من نصفش مال اونه، یک پدیده جدید چه گرفتی که اون پدیده جدید توانمندی جدید و توانمندی متفاوتی از من و نسل در واقع پیشین خودش داره و این تنوعی داره میره بالا و این بسیار مسئله مهمی بوده در شرایط رشد ما. خب پس گفتیم که تو این شرایط شانس ایمنی و مقاومت میره بالا. حالا یه اصطلاحی رو هم اینجا استفاده میکنن، بهش میگن اصطلاح مسابقه تسهیلاتی. مثلا یعنی از این لفظ استفاده میکنن شما وقتی کتاب و مقالاتشون رو میخونیم، میگن این یه مبارزه تسهیلاتی بوده بین انگل و میزبان ما که ما باشیم و در واقع جنگ سر این بوده که هرچی هر کدوم از این طرفین که سریعتر تغییر بکنه طرف دیگه باید مقابله میکرد دیگه. هرچی انگل و باکتری و ویروس سریعتر تغییر میکرد، اینوری که میزبان بود اونم باید سریعتر مقابله میکرد. اگر مقابله نمیکرد از بین میرفت یا نابود میشد. پس اون شیوه پیروزیش این بوده که سریع تغییر میکرده، ما هم شیوه پیروزیمون این بوده که دو جنسی بشیم، نر و ماده داشته باشیم که بتونیم مقابله بکنیم، بجنگیم با اون تغییره. خب که میبینید چقدر نکته مهمیه که مثلا یه آزمایشی رو اینا حالا در رابطه با این آزمایشاتی که انجام دادن، مثلا میان یه آزمایشی روی یه ماری انجام میدن که این ماره میتونسته هم تولید مثل جنسی بکنه و هم تولید مثل تک جنسی داشته باشه، به اکزایی داشته باشه. توی نیوزلند این آزمایش رو انجام دادن و خیلی جالبه، یعنی هم میتونسته رابطه جنسی داشته باشه هم تولید مثل جنسی. خب چی میشه وقتی این آزمایش رو انجام میدن؟ میبینن که زمانی که یه میکروبی، یه انگلی، ویروسی، باکتری، حالا دقیقاً یادم فکر می‌کنم یه انگل بوده، این رو وقتی وارد بدن این موجود میکردن، موجود دست از رابطه جنسی دو جنسیتی برمی‌داشت. یعنی ماره دیگه نمیومد بره با یه جنس دیگه رابطه جنسی برقرار کنه، بکرزایی میکرد. ببخشید، زمانی که انگل واردش میکردن وارد رابطه جنسی میشد، اما زمانی که انگلی وجود نداشت بکرزایی میکرد. یعنی وقتی میدیدن که یک انگل ویروس باکتری میکروبی رو وارد این مار میکنن، این مار برای اینکه مقابله بکنه بلافاصله تولید مثل جنسی میکنه و فرزندان جدیدش رو از طریق تولید مثل جنسی ایجاد میکنه که بتونه با این میکروب و انگل یک وریشن، یک تنوع جنسی جدید ایجاد بکنه که بتونه نسل بعدی در واقع متنوع بشه نسل و بقا شکل بگیره. اما وقتی شرایط سالم بوده، هیچ انگلی بهش نمیدادن، میکروبی بهش نمیدادن، تو این آزمایشگاه مثلا کاری باش نداشتن، این خودش ترجیح میداد که بگزایی بکنه و اون هزینه رقابت جنسی رو نپردازه. همین آزمایش رو میدن روی یک کرم لوله‌ای هم انجام میدن و اینم همینو در واقع نشون میده و در نتیجه اینجا به این نتیجه میرسن این دانشمندان تکاملی که چیزی که اجداد ما رو نابود میکرده نه جنگ بوده، نه در واقع گرسنگی بوده، اینا نبوده. اصلا جنگ و گرسنگی باعث از بین رفتن نسل ما نمیشده، اگرچه تأثیر میذاشته، اگرچه جنگ ما رو ضعیف میکرده، اگرچه گرسنگی ما رو ضعیف میکرده، اما باعث نابودی گونه ما نمیشده. برای اینکه وقتی مثلا من میومدم به عنوان یک قبیله‌ای با تو میجنگیدم، خب بالاخره یکیمون که پیروز میشده تو نابود میشده، خب من بودم دیگه. یعنی این قبیله‌ای که پیروز میشده خودش یه گونه انسانی بوده دیگه، اون بالاخره پس یه جوری زندگی ادامه پیدا میکرد. یا در گرسنگی مثلا ضعیف میشده ولی بالاخره یک منبع انرژی جدیدی رو پیدا میکرد، از یه جایی بالاخره سعی میکرد که نسل رو انتقال بده. اینا تهدیدش میکردن ولی نه اینقدر که بخوان منقرضش بکنن. و چیزی که باعث انقراض میشده میکروب ها، بیماری ها، انگل ها و اینا بودن. یعنی در واقع به طور کلی مثلا تا اون آبله اینا میتونستن باعث بشن که نسل موجودات در واقع از بین بره. و به واسطه همین برای مبارزه با این نابودی و برای مبارزه با این که ما گونمون حفظ بشه، پس ما تصمیم گرفتیم که جانداران در فرآیند تکامل تصمیم میگیرن که از بکرزایی که در چند سلولیا وجود داره یا اون تولید مثل طریق شکاف یاخته که در تک سلولیا وجود داره پا رو جلوتر بذارن و یک رابطه دو جنسی رو ایجاد بکنن که بتونن با این
مشکلاتی که در سر بقا هست مبارزه بکنن. خب حالا میرسیم به یه مفهوم دیگه. یه چیزی ما داریم به نام دو شکلی جنسی، یعنی سکشوال دیمورفیزم، که در مباحث انتخاب جنسی خیلی مطرح میشه، که خیلی مباحث جذاب و جالبی هم است. این سکشوال دیمورفیزم یا این دو شکلی جنسی میاد دو نوع در واقع ارتباط جنسی یا انتخاب جنسی رو مطرح میکنه، که این دوتا رو حالا میخوایم بررسی کنیم چیه. یکی میگه اینترا سکشوال سلکشن. خب اینترا، این پسوند اینترا میدونیم که یعنی درون دیگه. وقتی میگه اینترا سکشوال سلکشن یعنی انتخاب درون جنسی. یکی میشه اینتر سکشوال سلکشن، یعنی انتخاب بین جنسی. اینتر هم که میشه بین، در میان، انتخاب بین جنسی. یعنی در واقع دو نوع از رابطه، انتخاب جنسی دو نوع از شکل، در واقع بهتر بگم فرایند جنسی رو بیان میکنن، یکی انتخاب درون جنسی، یکی انتخاب بین جنسی. حالا اینا چیه؟ انتخاب درون جنسی، انتخاب درون جنسی شامل افرادیه که با اعضای جنس خودشون برای دسترسی به جنس مخالف رقابت میکنن، که خب در بیشتر موارد این یعنی چی؟ وقتی اعضای یه گروه برای به دست آوردن جنس مخالف دارن رقابت میکنن، انتخاب درون جنسی یعنی چی؟ یعنی که این به این معنیه که مردها برای دسترسی به ماده ها با هم دیگه میجنگن، دیگه رقابت میکنن. حالا عرض کنم خدمتتون که در یک گونه حیوانی وقتی میبینیم، در یک گونه جانوری در واقع، وقتی ما میبینیم که مثلا یه سری نر هستن که اینا دارن رقابت میکنن که ماده رو به دست بیارن، این میشه انتخاب درون جنسی یا اینتراسکشوال. خب در اینجا چجوری رقابت میکنن؟ از کجا اصلا میفهمیم؟ یعنی ما از چجوری میتونیم بفهمیم که اصلا قبل از اینکه بخوام بگیم چجوری رقابت میکنن، اصلا چجوری باید بفهمیم که این گونه جانوری داره انتخاب درون جنسی میکنه، یعنی درون خودش داره میگرده ماده پیدا میکنه، یا انتخاب بین جنسی داره میکنه؟ از اینجا که باید ببینیم چه ابزاری رو داره برای انتخاب جنسی استفاده میکنه. اگر ابزارهایی که با هدف صدمه زدن در جانور هست در راستای انتخاب جنسی استفاده بشه، داره انتخاب درون جنسی میکنه، اینترا سکشوال میکنه. یعنی چی؟ مثلا از شاخش داره استفاده میکنه که مثلا به اون یکی ضربه بزنه. میبینید در جانورها مثلا دو تا گوزنی که با هم مبارزه میکنن که اون ماده پیروز اون ماده رو مثلا کسب بکنه، به دست بیاره، یا در هر گونه جانوری دیگه‌ای که حالا هست. پس این مثال میشه این، یعنی وقتی داره از یک ابزار، از یکی از ابزارهای بدنش یا از دستاوردهای بدنش داره استفاده میکنه که بخواد یک جنس نر رو از میان برداره و به ماده برسه، این میشه انتخاب درون جنسی، که در انسان هم هست دیگه. شما مثلا میبینید که از اینکه ساعتت مثلا حالا جنس خوبی داشته باشه، موبایلت جنس خوبی باشه، ماشینت خوب باشه، اینا همه نمونه های انتخاب اینجوریه دیگه، که شما در واقع به نوعی داری حالا در جامعه انسانی اون دعوایی که اون فرد با شاخش میکنه، اینجا آدمه با موبایلش میکنه، با حساب بانکیش میکنه، با تایتل در واقع اجتماعیش میکنه، با اینا میکنه. این انتخاب درون جنسی. حالا انتخاب، حالا بیشتر جلوتر مثال اینا رو همه رو توضیح میدیم و مثال میزنم براتون که مساقاش چیه. الان فقط یه آشنایی رو داشته باشید کفایت میکنه. فرض کنید که انتخاب بعدی چیه؟ انتخاب بعدی انتخاب بین جنسی بود دیگه، اینترسکشوال سلکشن بود. انتخاب بین جنسی چیه؟ انتخاب بین جنسی شامل تلاش اعضای یک جنس برای تحت تأثیر قرار دادن اعضای جنسی دیگه است. یعنی رقابتی با اون یکی نمیکنه، داره تلاش میکنه که ماده انتخابش بکنه. توی اینجور موارد تأکید بر ماده هاست، یعنی در انتخاب درون جنسی تأکید بر نره، من نره غالبم، اون یکی نره در واقع از بین رفته است، پس در نتیجه من پیروز شدم و من ماده رو میتونم در اختیار داشته باشم. اما در انتخاب بین جنسی من و نره دیگه داریم دوتایی تلاش میکنیم تا ماده بین ما انتخاب بکنه. خب در اینجا تأکید رو ماده است، یعنی اونا به طور کلی کسایی هستند که قبل از موافقت با جفتگیری باید تحت تأثیر قرار بگیره، یعنی ماده اول باید تحت تأثیر قرار بگیره بعد وارد جفتگیری بشه. اما در انتخاب درون جنسی ماده قرار نبوده تحت تأثیر قرار بگیره، همین که من یکی رو پیروز بشم تمومه دید. من ماده رو به دست آوردم. خب اونجا براتون مثال زدم دیگه، گفتم مثل شاخه مثلا اون گوزنه، مثل سومه اون یکی که تو جنگ استفاده میکنه، مثل پنجه اون یکی، اینا همه در راستای انتخاب درون جنسی استفاده میشه. در رابطه با انتخاب بین جنسی مثلا چی میتونیم بگیم، چه مثالی میتونیم بزنیم؟ مثل مثلا دوم تابوس که در واقع
این دوم طاووس میاد هرچی جذابتره زیباتره، باعث میشه ماده بیشبش جذب بشه. طاووسه نمیره با اون یه طاووسه جنگی بکنه به واسطه این با این دومش با اون یکی حمله بکنه، دومه رو در واقع نشون میده و ماده میاد جذب اون دومی میشه که جذابتره. یا در بعضی از گونه ها شما میبینید صدای مثلا اون جانوری که باعث میشه ماده رو جذب بکنه، اینا از نمونه های انتخاب بین جنسی. یعنی چی؟ این به این معنیه که برای اکثر گونه ها میتونیم انتخاب بین جنسی رو با رقابت مرد با مرد مساوی بدونیم. یعنی بیایم بگیم که یعنی در انگلیسی میگن که اینترسکچوال رو میگن میل میل کامپتیشن، یعنی اینترسکچوال رقابت بین جنسی در این جنسی مساویه با میل میل کامپتیشن، رقابت مرد با مرد، نر با نر البته درست سرشه توی زیستی. یا اون یکی اینترسکچوال رو میتونیم بگیم فیمیل چویس، یعنی انتخاب بین جنسی برابر با انتخاب زنان. پس متوجه شدیم که دو نوع انتخاب جنسی داریم در اون فردی و به اون فردی، یکیش مربوط به مرد است، یکی مربوط به زنه یا ماده است. خب حالا بریم ببینیم که این نظریه های انتخاب جنسی در واقع چیه. نظریه های انتخاب جنسی رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، یکی از اولین و مهمترین نظریه هایی که توی انتخاب جنسی وجود داره نظریه رونالد فیشر، که این آقای رونالد فیشر یه نظریه داره به نام Runaway Selection Theory که خب یعنی میشه به فارسی انتخاب افسار گسیخته، Runaway انتخاب خیلی بدون حساب کتاب. خب این جناب آقای رونالد فیشری که بهتون گفتم، ایشون خب یک آدم پولیمف بوده. پولیمف یک واژه‌ایه که به افرادی گفته میشه در انگلیسی که چند وجهی، یعنی در چند زمینه صاحب نظر و صاحب تفکرن. این ایشون هم اینجوری بوده، یه انگلیسی بوده که خب هم ریاضیدان بوده، هم آماردان بوده، هم زیست شناس بوده، هم ژنتیک دان بوده، هم فرهیخته بوده در علوم دیگه، یعنی در چندین علم مختلف صاحب نظرم بوده، یعنی در همه اینا تئوری داشته، نظریه داشته و آدم بسیار چند وجهی و عجیب غریبی بوده این آدم. این طبق این نظریه که حالا میده، میگه ویژگی های موجود در جانوران در ابتدا کارکردی در جهت بقا داشته، یعنی اینا اول یه کارکردی برای بقا داشته، مثل دوم طاووس، مثل شاخ اون گوزنه، اینا یه کارکردی برای بقا داشته، اما به واسطه اینکه جنس ماده بر روی این ویژگی ها دست گذاشته و متمرکز شده روی این ویژگی ها، باعث شده که به صورت افسار گسیخته این ویژگی رشد پیدا بکنه. مثلا چیزی که در گوز، شاخ گوز میبینید که به صورت افسار گسیخته مثلا این دیگه رشد کرده، یال مثلا شیر به صورت افسار گسیخته مثلا رشد کرده. همین دوم طاووس که مثلا مثال زدیم، که خب دوم طاووس به صورت افسار گسیخته دیگه اضافیه اینقدر رشدی که کرده، و اولش کارکردهای بقاگونه داشتن، اما به علت توجه بیش از حدی که جنس ماده تمرکز کرده بوده روی این ویژگی، این باعث شده که این ویژگی هی در راستای انتخاب شدن از جانب ماده ها بوده و در انچه در مرور زمان چی شده؟ هی رشد کرده، هی از یه نسل به نسل دیگه رشد کرده، هی اون هایی که تا دوم بزرگتری داشتن تونستن جفتگیری کنن چون اونا مورد تایید ماده بودن، پس این ژن افزایش در واقع دوم طاووسی هی به نسل بعد انتقال پیدا کرده و در نتیجه تثبیت شده. اما در اینجا یه تبصره‌ای هم میگه این آقا در این تئوریش، میاد میگه که این ویژگی انقدری روش میکنه که به بقا صدمه نزنه، چون یادتون باشه که همه این داستانی که ما داریم میگیم همش در راستای بقاست، یعنی اگه قرار باشه بقا وجود نداشته باشه یه اصلا بی‌معنیه. پس در نتیجه این انتخاب جنسی در راستای اون انتخاب طبیعی و انتخاب تکامل طبیعی که داره رخ میده پیش میره تا جایی که بتونه فرایندهای جنسی رو برای موجود مهیاتر بکنه اما به بقای موجود ضربه ای نزنه. در نتیجه میبینیم که این دوم طاووس در فرآیند زمان مثلا یه متر یه متر و نیم شده دیگه، تا یک متر یه متر و نیم اومده جلو دیگه، ده متر نمیشه، بیست متر نمیشه که باعث بشه جانور نتونه حرکت کنه، بمیره یا بقاش به خطر بیفته. پس این نظریه اولی بود که در واقع انتخاب جنسی بیان کردیم. نظریه دومی که وجود داره نظریه آموتس زاهاوی و هندیکاپ تئوریه. هندیکاپ میشه تئوری معلول دیگه، تئوری که تئوری در واقع معلولیت.
خب این آقای آموت زاهاوی ایشون استان این ایشون هم جیدن فوت کردن سال 2017 مردن 1928 به دنیا اومدن و یک زیستشناس تکاملی یا فرگشتی اسرائیلیه که خیلی نظر جالبی داره ایشون. میگه طب حالا نظرش اینه، میگه ویژگی هایی که در جاندان نر وجود داره حتما توسط ماده انتخاب و تقویت شده، چون این ویژگی ها به خودی خود هزینه داره، پر درد سره و در نتیجه انتخاب ماده باعث میشه که این ویژگی مستمر باشه، وگرنه نمیصرفه که این ویژگی رو خود موجود رشد بده. ببینید اینجا یاد اون جمله داروین میفتید و یادتون باشه که گفتم بهتون که وقتی بیان کرد که ماده ها تولید میکنن این ویژگی ها رو در نرها، جامعه پسش زد و گفت نر که مرد که موجود برتری، زن که پسته، چجوری میتونه این زن پس بیاد تعیین بکنه ویژگی ها رو در نرها. اینجا این نظریه رو که داروین اونجا میاد ارائه میده به صورت متبلور و منسجم جناب آقای آموتس میاد ارائه میده و الان البته خب دیگه میدونیم که اون ساختارهای در واقع نژاد پرستانه یا اون ساختارهای تفاوتگرایانه وجود نداره و ما میدونیم که الان بله این درسته. یعنی چی؟ یعنی این آقا میاد میگه که این اگر قرار بود خود موجود نر انتخاب بکنه، انتخابش این نبود که دومه به این درازی مثلا طاووس داشته باشه، چون این دومه طاووس هزینه داره، هزینه‌اش اینه که نمیتونه به راحتی پرواز کنه، شکار حملهش حمله بهش بشه به راحتی نمیتونه فرار کنه، دردسر، بعد نگهداریش دردسره، تمیز کردنش دردسره، همه اینا میتونه باعث بشه که طاووس بمیره. پس چی میشه که تصمیم میگیره طبیعت این ژن رو منتقل بکنه و علاوه بر این که منتقل میکنه روش تمرکز میکنه و رشدش میده و بزرگ میکنش؟ به واسطه اینکه ماده جذب این داره میشه و ماده داره تأثیر میذاره در فرایند انتخاب. خب توی آدم ها هم میبینید دیگه، مثلا این موبایله خب هزینه داره دیگه، شما باید بری مثلا چندین هزار لیر حالا جایی که شما هستید با اون واحد مالیتون باید پرداخت بکنید، هزینه بکنید که مثلا یه موبایل بخواید. خب این موبایل مگه قرار نبود شما فقط هواش تماس بگیرید زنگ بزنید؟ چه فرقی هست بین این موبایلی که مثلا اینقدر میلیون قیمتشه با اونی که مثلا اینقدر قیمتشه؟ همه اینا قابلیت‌های شاید تکنولوژی که شما می‌خواید رو در یه حدی بهتون بده. اما مسئله اینجاست که این ماشین یا ماشین مثلا چه فرقی هست بین اون فراریه با بنز با مثلا یه ماشین معمولی؟ خب مگه همه اینا قرار نیست که شما رو از یک مقصدی به یک مقصدی دیگه برسونه؟ پس چرا شما دارید یک هزینه اضافی می‌کنید و می‌خواید چیزی رو داشته باشید که عملاً شاید اصلا نتونید استفاده کنید؟ مثلا شما در اون شهری که زندگی می‌کنید خب نمی‌تونید با سرعت 200 کیلومتر برید تو جاده که. چرا بس بعد اینو انتخاب بکنید؟ برای اینکه یک بخشش همون انتخاب طبیعیه دیگه، یه بخشش اینه که اون شاخه، اون دومه طاووسه در ما تبدیل شده به این گوشیه، تبدیل شده به این در واقع موبایله، تبدیل شده به این ماشینه که میتونه تحت تاثیر قرار بده جنس مخالف رو در انسان. پس در نتیجه ما میبینیم که دلمون میخواد این فضایل رو داشته باشیم و همون ابزاراتی که در حیوانات بوده در ما هم وجود داشته و ما حالا در دنیای مدرن با چارچوب‌هایی که حالا ایجاد کردیم این ابزارها رو یه مقدار متفاوت کردیم و در واقع میتونیم بگیم ماشین ما یا موبایل ما یا اون ابزاری که ما داریم باش جفتیابی میکنیم در امتداد بدنمونه. اینجوری نیست که مثل دوم طاووس چون به ما نچسبیده و در امتداد ما نیست از ما نباشه، اون هم گویی که بخشی از ماست که ما میتونیم هم در راستای انتخاب جنسی درون جنسی ازش استفاده بکنیم، یعنی بیایم نر دیگه ای رو مغلوب بکنیم، و هم در انتخاب در واقع بین جنسی بیایم ماده رو تحت تاثیر قرار بدیم و در نتیجه میبینیم که این تمدنی که ما ایجاد کردیم، رگه های زیستی ما کماکان در فرآیندهای ما، در فرآیندهای زندگی ما وجود داره. خب این چیزی بود که این آقا میگفت، یعنی جناب آقای آموت میومد میگفتش که این نظری جنسی که میداد این بود. و در نهایت بیل همیلتون و مریلین زاک که اینا خیلی تئوری جذابی دارن، یک تئوری خیلی جالبی دارن در رابطه با تئوری جنسی به نام تئوری پارازایت تئوری، تئوری انگل، تئوری انگل. که خب اینا آقای همیلتون سال 2000 فوت کرد، ایشون سال 1936 به دنیا اومد، یک زیستشناس انگلیسی بریتیش، زیستشناس تکاملی بریتیش بود، ولی مریلین زاک هنوز زنده است، ایشون سال 1956 به دنیا اومده و هنوز زنده است. حالا اینا چی میگن؟ اینا خیلی جالبه نظرشون، میگن طبق نظر تئوری انگل، طبق این نظریه که میدن، میگن قد بلند مثلا یک ویژگی منحصر به فرده در جاندار
که نشون میده این آدم سالمه، انگل نداره، میکروب نداره، مریض نیست و در واقع داره این ویژگی اگزاجریت یا قلف شده داره میگه به زبان ساده، داره داد میزنه که من سالمم، من بستر ژنیم سالمه، پس میتونم ژن سالمی هم داشته باشم چون خودم سالمم، ژنام هم سالمه، پس میتونم نسل سالمی رو هم ایجاد بکنم، پس قابل سرمایه گذاری شدنم، میتونی منو انتخاب کنی، من سالمم، پس من میتونم در واقع سالم یک بچه سالمم تحویلت بدم و یک نسل سالم رو ارائه بدم و یک مخزن نیمه ژن تو رو که دارم میگیرم چون خودم سالمم، نیمه ژن تو رو حروم نمیکنم، منتقلش میکنم. خب پس الان چه اینا این تئوری رو میدن، تئوری انگل رو میدن، یعنی میگن که مثلا اون طاووسی که دومش گنده است، خب یعنی چی؟ از نظر ماده یعنی که سالمه دیگه، یعنی انگل نداره، میکروب نداره، بیماری نداره که تونسته دومه اینقدر روش کنه، سالم غذا خورده، تونسته خوب شکار بکنه، مثلا خلان کنه، یا اون حیوانی که یالش بزرگه، یعنی مثلا انگل نداره، بیماری نداره، تونسته این یال رو تولید بکنه، پس باید قوی میبوده، باید میتونسته در واقع اون مناسبات و نیازهای اولیه رو ایجاد بکنه که بتونه وارد این گام بشه دیگه، یا حالا هر موجود دیگه. پس الانچه میبینیم که طبق این تئوری به واسه همینه که حالا در انسان، حالا مثالایی که در قبل براتون زدم مثل ماشین و موبایل، اینجا هم میبینید دیگه، مثلا در انسان ها کسی که قدش بلندتره، کسی که مثلا فلان قابلیت های زیستی رو داره که ما امروزه در واقع به عنوان جذابیت ازشون یاد میکنیم، اینا همه میتونن نشانهی بر این باشن که ایشون به واسطه داشتن این ویژگی پس سالمه، پس ژنش میتونه منتقل بشه. پس در نتیجه در رابطه با انتخاب جنسی سه تا نظریه رو ما براتون بیان کردم که نظریات مهم و قابل توجهیه. یکی نظریه رانوی انتخاب افسار گزیخته رونالد بود که میگفت توجه ماده بر روی یک جنس، بر روی یک ویژگی باعث افزایش این ویژگی و ثبات و به صورت افسار گزیخته رشدش میشه. یکی نظریه این جناب آقای اسرائیلی آموتس بود که میگفتش که به واسطه اینکه این ویژگی ها از جانب ماده انتخاب شده حتما وجود داره، وگرنه هزینه داشته این دومه طاووس و اینا، این هزینه رو جانور با جانش باید میداده، پس چی شده که این هزینه رو پذیرفته چون ماده اومده این رو انتخاب کرده. و یکم نظریه همیلتون و زاک بود که میگفتن که نشانه اینه که انگل نداره، سالمه. حالا نقطه اشتراک هر سه این نظریه نقش مؤثر جنس ماده در انتخاب جنسی رو داره نشون میده، در انتخاب طبیعی رو داره نشون میده، که علارغم تفکری که در قرن 19 در انگلستان وجود داشت که زنها یا ماده ها موجودات پستی‌اند و اینا اصلا قرار نیست که انتخابی داشته باشه، اصلا اینا چجوری میتونن ویژگی های منحصر به فرد نر رو تعیین بکنن علارغم این که در جایگاه پایین‌تری هستن، و شاید امروز هم در خیلی از کشورها هنوز خیلی از آدم‌ها این اعتقادات رو داشته باشن. ما می‌بینیم که از نظر علمی این سه نظریه انتخاب جنسی، محوریت و نقش ماده رو در ایجاد ویژگی‌های موجود در نر تایید می‌کنه. خب یک ساعتمون تقریبا تموم شد. انتخاب جنسیمون تا اینجا که نظریه‌های در واقع جنسی رو بررسی کردیم رو داشتیم. حالا انشالله در جلسات بعد، در جلسه بعد میریم سراغ این ماجرا که تک همسری و چند همسری از نظر جنسی چگونه به وجود اومده در انسان‌ها و جانوران، چرا بعضی از جانوران تک جنسی هستن، تک همسری هستن، بعضی ها چند همسری هستن، نقش تغذیه رو در تئوری‌های انتخاب جنسی ارزیابی می‌کنیم که غذایی که ما خوردیم چگونه باعث شده که جنسیتمون الان شکل بگیره و انتخاب جنسی و گرایش‌های جنسی در ما تغییر بکنه، و در رابطه با یه سری هم به جناب آقای رابرت ریورز می‌زنیم در رابطه با نقش والدین در جفتیابی و استراتژی های رابطه های جنسی کوتاه مدت و بلند مدت در انسان ها رو بررسی میکنیم که چرا انسان ها یه سری از روابط جنسی دراز مدت رو انتخاب میکنن مثل ازدواج، و چرا یه سری از روابط کوتاه مدت، خیانت، اینا از منظر جنسی، از منظر زیست شناسی یا روانشناسی تکاملی چگونه شکل میگیره. بسیار عالی، امیدوارم که کارگاه این جلسه‌مون هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا هفته بعد دوشنبه که مبحث انتخاب جنسی رو در تئوری‌های تکاملی و روانشناسی تکاملی دنبال کنیم، امیدوارم که روز و هفته خوبی داشته باشید.